در جلسه گذشته گفتیم که برای یک واحد تولید با 4 واحد درآمد سالانه درآمد ناخالص ضرورت است. حالا اگر فرض کنیم که یک کشور بخواهد که وضعیت فعلی اقتصادش حفظ کنه در جهان سوم، یعنی وضعیت زندگی بهتر نشه و وضعیت اقتصادش بهتر نشه ولی ثابت باقی بمانه با می وضعیتی که فعلا روبرو هست یا دوچار هست، امی را حفظ بکنه. اگر در این کشور رشد سالانه جمعیت که بسیار کم بگیریم 2% باشه، برای این معیار این نیاز به این داره که 8% از درآمد ملی خود سرمایه گذاری جدید کنه. 8% از سرمایه گذاری جدید کنه و او وقت توانمندی از این را پیدا میکنه که وضع موجوده را حفظ بکنه. و غالبا در کشورهای جهان سوم رشد جمعیت بالاتر از 3 هست، یعنی از 3 پایانتر بسیار نادر است. اگر رشد جمعیت یک کشور یا کشورهای جهان سوم 4% در نظر بگیریم، 16% از درآمد ناخالص ملی خود باید سرمایه گذاری کنه تا وضع موجودش حفظ بکنه. و این کار در کشورهای جهان سومی بسیار دشوار است. امکان از این بجز در کشورهای کنام منابع معدنی یا زیرزمینی بسیار وافری دارن و دنیا برای از اون مانند نفت، گاز و اینها نیاز داره. اونها اگر بتوانند که این مقدار از درآمد ناخالص ملیشان را سرمایه گذاری کنند تا وضع اقتصادیشان درستر یا در سطح فعلی حفظ کنند یا بیشتر بکنند، در غیر از او بسیار مشکل است که این را انجام بدن. از این خاطر میبینیم که در این کشورها در کشورهای کم توسعه یافته پیدا کردن این سرمایه و سرمایه گذاری کردن و یا حداقل ساده تر بگویم حفظ وضع موجود و با اونها بسیار دشوار است و این برای ازی شاید به قرضه های خارجی نیاز پیدا کنند و به فروش منابع زیرزمینیشان و سرعت بتن تا ای که بتانن وضعیت خود نگاه کنند. از خاطر فقر در این کشورها بسیار زیاد شده بعد از نیمه دوم قرن بیستم. غیر از البته عوامل دیگه هم سبب فقر می شود، لیکن افزایش سریع جمعیت به این مسئله بسیار مربوط است، چون ارتباط بین سطح تولید ناخالص سرانه و میزان رشد جمعیت و میزان رشد اقتصادی را در بیان کردیم که اینا با یک دیگر ارتباط دارند. شاید یک تعداد از کشورهای بسیار کمی که گفته می شود که اونا تانستن با حفظ بکنن، مثل چین که در این دورانی که مورد بحث ما است پیشرفتهایی داشتن. چین البته کنترل زاد و ولد بیشتر کرده و با پیشرفتی از اون ورس باعث با عوامل فرهنگیش مانند کاری بیشتر و سایر عوامل دیگه چه دارن ارتباط دارن و چین یک استثناء تا یک حدی میتونه به عنوان یک استثناء پذیرفته شد. و پس خلاصه به این نتیجه میرسیم که در جهان سومی رشد سریع جمعیت یکی از موانی مهمی رشد اقتصادی هست و یکی از عواملی هم شده که فقر عمومی را در کشورها روز به روز بیشتر کرده و احتیاج کشورها رو به کشورهای سنتی یا پیشرفته تر افزایش دادم. لحاظا ما آثار افزایش جمعیت اگر به کار و اشتغال و اینا ببینیم، مراد همین که بالای اقتصادشان تأثیر کرد، طبعا وقتی اقتصاد متأثر شود تأثیری از او بر شغل و وظیفه هست و بیکاری بیشتر می شود.
ما در کشورهای جهان سیومی با افزایش تعداد بیکارا مواجه هستیم. یعنی کشورهای جهان سیومی، کشورهای کم توسعه، تعداد بیکاراشان زیاد است. البته تعداد بیکارا در کشورهای صنعتی حتی آمریکا و اروپایی هم دیده می شود، چون رشد اقتصادی در کشورها محدود است یا پایین است. لذا این محدودیت باعث محدودیت ایجاد فرصت های شغلی جدید می شود، شغل های مفید باشه و کارآمد باشه. و بر علاوه از اینکه اگر جمعیت افزایش پیدا کنه و نیروی کار بیشتر شوه، این مشکل بیشتر میکنه بیکاری را، چون کار کم است و تعداد طلب کسایی که کار میتونن بکنن بیشتر است. لحاظا این آهسته آهسته کم کار و کار کم میشوه و مشکلات اجتماعی را به وجود میاره. تعداد بیکارا که زیاد شوه، فقر هم زیاد میشوه، و فقر که زیاد شد، دولت ها و حکومت ها با مشکل مواجه می شوند و حمایت مردم از دست می دهند، در برابر اعتراضات قرار می گیرند. اونایی که کار ندارند خودشان بیشتر وقتی که در فقر بیشتر فرو می روند و او خودش کار دیگری را که میکنه در دستمزدها تغییر میاره. یعنی وقتی که تعداد افراد بیکار بیشتر باشه، اونا با مزد کمتر کار میکنن. لذا اونهایی که کارم دارن دستمزدشان پایانتر میشه و مجبور هستن که با دست پول کمتری کار بکنن و او پول کفایت مصارف زندگیشان نته. اونا هم به طرف فقر روان میشون. یعنی بیکاری تنها بیکارا را در فقر غوطه‌وار نمی سازه، بلکه او کسایی را که روزمزد هستند و دستمزد خود کار زندگی و معیشت خود را پیش می برند، از او ناحیه هم اونا هم در خطر فرو رفتن در فقر قرار می گیرند و تعداد فقرا را روز به روز در کشورها بیشتر شده می روند. اکی ای یکی از جمله چیزایی است که با افزایش بیکاری با این مواجه می سازم کشورهای جهانی سومی را، و این مشکل ما به خوبی در این کشورها دیده می تونیم. حالا تأثیر افزایش جمعیت تنها بر اقتصاد نبود و تنها برای که فرصت های کاری پیدا نمی شود و بیکاری افزایش می شود نبود، بلکه افزایش جمعیت بر علاوه از اینا بر ساختارهای یک کشور هم تأثیر وارد میکنه. و یکی تغییر ساختارهای یک جامعه هم از پیامدهای افزایش سریع جمعیت در کشورهای کم توسعه یا عقب مانده میباشد. مثلا ساختار سنی، مهاجرت مثلا در قریجات وقتی کار پیدا نشوه و تعداد جمعیت هم بیشتر شوه، دیگه زمینی وجود نداشته باشه، شغل دیگه وجود نداشته باشه، این جمعیت خامخایا به کشور خودشون به مراکز شهرها مهاجرت میکنن، در اونجا خود جا به جا میکنن که مشکلات جدیدی را در اونجا ایجاد میکنن و همین قسم مشکلات عزیز با کشور با وجود میارن که جمعیت در کدام بخش های جغرافی های خودش جا به جا کنه، توزیع کنه، در جغرافی های اقتصادیش، در جغرافی های طبیعیش مشکل با وجود میاره. و حتی مهاجرت ما دیدیم که به خارج از کشور برای پیدا کردن لغمنان میروند و در آخر شما شاهد یک قضیه بودیم که کشوری ایران تعدادی از کسایی که کارجو بودن اینها را به دریا انداختن و اینها را لتو کوب کردن، قتل کردن، کشتن، که وجدان انسانی از او متعلم می شود. وقتی که یک جمعیت سرعت بیشتری بکنه، می بینیم که در ساختار سنی سن و سال جمعیت تغییر وارد می کنه. مثلا اگر در گذشته تعدادی
جوان ها بیشتر بود و تعداد مردمان کم سن و سال کمتر بود، یعنی تعداد افراد غیر فعال و غیر مولد کمتر بود. حالا با افزایش جمعیت این تعداد بیشتر می شود، کودک ها بیشتر می پیدا می شود و همچنین کسانی که از لحاظ اقتصادی غیر فعال هستند اونها بیشتر می شوند، یا دوره هستند که به فعالیت اقتصادی نیست، به آموزش و به اینها تعلق دارند، مثل کودک ها و نوجوان ها، اونها افزایش پیدا می کنند و مصارف به کار دارند و این موضوع باعث می شود که رشد اقتصادی، یعنی تعداد افراد کم سن و سال و غیر فعال، باعث افتادن رشد اقتصادی و فقر در یک کشور می شود. این مسائلی که اینها با وجود میارن چیزهایی است که از اثر افزایش جمعیت با وجود می آید، به خاطر که افراد کم سن و سال و غیر فعال غیر مولد هم هستند. غیر مولد چیزی خودشان تولید نمی کنند، بر اقتصاد کشور یا جامعه نمی افزایند، ولی از اما اقتصاد موجود کشور مصرف می کنند. مثلا امروز ما می بینیم که تحصیلات عمومی که کشورها قادر نیستند که تحصیلات مخصوصا تحصیلات بالاتری را برای رایگان در اختیار ای جمعیت یا جوانان بگذارند، اگر بگذاره هم تفاوتی نمیکنه، چون باید از سرمایه عمومی کشور مصرف کنند، ولو که ای از پول شخصی خودشان مصرف کنند یا از پول دولت مصرف کنند، بالاخره از اقتصاد کشور مصرف میکنند. یعنی این نشان میده که مصرف نسبت به گذشته با اثر افزایش جمعیت بیشتر شده، مخصوصا با اثر افزایش جمعیت که از لحاظ سنی در سن پایانتر قرار دارند و نوجوان هستند، جوان هستند. در این تاثیرش در کشورهای کم توسعه مشهود است و بالاخره این تاثیر بر فرهنگ همو کشور هم می آید و در طرز زندگی و کشور، مردم و کشور در عادات و رسومشان تغییراتی را با وجود میارند، مثل که افزایش جمعیت باعث مهاجرت شده بود در جهان سوم. اما مشکلاتی را که مهاجرت هم با وجود میاره، یعنی شهرها، مردم از روستاها به شهرها میایند، این جمعیت نوجوان غالبا که تجربه کافی هم ندارند از روستاها به شهرها میایند و ده ها مشکل اجتماعی، اخلاقی و غیره دیگر را با وجود میارن و مهاجرت ها به خارج کشور هم مشکلات زیادی را با وجود میاره و حتی در روابط بین کشورها میتونه اثر بگذاره، که واقعه اخیر که در کشور صورت گرفت و کشور همسایه یا ایران تعدادی از کارجوها را به شهادت رساندن، در دریا انداختن، یک به احترامی به جمعیت کشور ما به حساب میاد، غیر از اینکه یک تلفات غیر اخلاقی هست و یک تلفات غیر انسانی بود که از طرف ایران وارد شد، این در روابط کشورها هم به اثر نمیمانه. اگر تعداد این قسم واقعات بیشتر شود، طبیعی است که روابط دو کشور همسایه را برهم میزند. نباید از این موضوعات غافل شویم که اگر تعداد جمعیت کشور ما روز به روز افزایش پیدا نکنه، نیاز به این مهاجرت ها هم پیدا نمی شود، نیاز برای سرمایه گذاری های اضافی هم برای تکافوی مصرف جمعیت جدید هم با وجود نمی آید. البته که در نیمه دوم قرن بیستم اگر ما ببینیم، رشد جمعیت شهری در کشورهای کم توسعه تقریبا دو برابر یا بیشتر از دو برابر شد. شما نفوس جمعیت کابل در نظر بگیرین، اگرچه وقایع خاصی هم در این تاثیر داره، اما کابلی که یک زمان 500 هزار نفر، یعنی یک 14 پیشتر جمعیت ازی و 500 هزار نفر می رسید، بالغ می شد، حالا دو برابر نیست که به 6 میلیون بیشتر شده و تقریبا ببینین که 500 هزار را ببینین و 60 هزار را ببینین، چقدر افزایش پیدا کرده، تقریبا 12 برابر یا 10، حداقل اگر بگیریم 10 برابر افزایش پیدا کرده. و در کشورهای دیگه که بعضی واقعات خاصی رخ نداده،
در کشورهای کم توسعه دو برابر تا سه برابر جمعیت اضافه شده و این جمعیت اضافی هم ترتیبی که پیشتر گفتیم مصرف داره و مصرفی از او به پول نیاز است و سرمایه نیاز است که سرمایه گذاری شود و این سرمایه گذاری هم باید از درآمد ناخالص ملی همون کشور باشه. این دارای اقتصاد کشور تغییرات زیادی را وارد آورده، مردم بالاخره در نتیجه در این کشورها بیشتر آسیب دیده. در قرن گذشته اگر افزایش جمعیت شهری را در کشورهای کم توسعه ببینیم، اگر در سالهای 1950 ارقامی از او اگر با میلیون نفر در نظر بگیریم که 1000 یا 1500 میلیون نفر می بود، در سال در سالهای 2030 ای با 9500 میلیون میرسد. تا سالهای 2030 تقریبا که ما حالا در 2020 داریم، یک دهه بعد این رقم با بیشتر از 9 میلیارد که پیشتر گفتیم جمعیت جهان بیشتر می شود و تعداد شهرها هم افزایش پیدا می کند و جمعیت روستایی در کمتر می شود در کشورهای کم توسعه، ولیکن در کشورهای پیشرفته صنعتی معلوم است که جمعیت روستاییشان تغییر چندان نمی کنه و با یک خط افقی پیش می ره. ولی در کشورهای کم توسعه هم جمعیت روستایی رو به افزایش پیدا می کنه، افزایش کمتر است، ولی جمعیت شهری در کشورهای کم توسعه با مراتب بالاتر افزایش پیدا می کنه. از در اینجا به این معنی نیست که کشور جمعیت شهریش بیشتر شد ترقیش بیشتر می شود. در شهر وقتی که جمعیت بیشتر شود تعداد شهرها که جمعیت انبوه دارن بیشتر شود، این در کشورهای کم توسعه بسیار مشکلات زیادی را، مشکلات محیط زیستی را به وجود میاره، مشکلات خدماتی را به وجود میاره، یعنی نه شفاخانه ها برای از اینا کافی است و نه مکاتب و مؤسسات آموزشی برای کافی می باشه و نه هم از لحاظ کنترل جنایی هم مشکلاتی را برای دولت پیدا می کنه و روز به روز تعداد زیادی از روستاییان مثل سیل برای به شهرها رجوع می کنند و نیازهای از اونها و اداره از اونها بسیار مشکل می شود. در کشورهای جهان سیومی است، در همه قاره ها بایی موجود است و یکی از مسائل مشکلی را که با وجود میاره شهرنشینی می باشه، که لحاظا اینهایی که تازه به اینجا آمدن شهرنشینی را اصول و قواعدش بلد نیستند، در حفظ نظم و پاکی شهر و مسئولیتی را که یک شهری داره با او توجه نمی کنم. لحاظا شهرنشینی هم اضافه ادامه پیدا می کنم به خاطر از اینکه مردم برای پیدا کردن شغل و کار یا فرصت های اقتصادی به شهرها میارن و حومه های شهرها بیشتر می شود. تفاوت حومه و مرکز شهر می بینیم که در شهرها بلدنگ های بلند و سرک ها و دیگر ها وجود داره و در اطراف ها و زاغه های شهر می بینیم که مردم در خیمه ها و اینها، خودش یک فکری را در جامعه به وجود میاره، یک دشمنی را بین ایجاد طبقه میشه و یک دشمنی برای طبقات به وجود میاره، شکاف اجتماعی به وجود میاره. این معضلات اجتماعی و بر علاوه از اون معضلات زیست محیطی باعث از این میشه که یک تصادمی در بین این جمعیت جدید و جمعیت گذشته بالاخره به وجود بیایم. رشدی سریع جمعیت شهری را اگر در این کشورها ببینیم، فوق العاده
صریح است. در قرن بیستم، مخصوصا در نیمه دوم قرن بیستم، در کشورهای کم توسعه معمولا یک یا دو شهر بزرگ شده، مخصوصا پایتخت. و این یک بیماری را وجود آورده که بیماری را میکروسفالی میگه، یعنی بزرگ سری تشبیه شده. یکان نفر که سرش بسیار بزرگ شده باشه، مشکلات روانی و اینها داره، لحاظ اینا میگن که پایتخت هم یا شهرهای هم که بیش از اندازه و سری تعداد جمعیتش بیشتر شود، این مشابه اموست که یک آدم از سرش، کسی را سرش بسیار از تناسبش از بدنش بالاتر باشه و باعث مشکل روانی شود، شهرها هم با این مشکلات گرفتار میشه. این مشکل ما محسوس میکنیم امروز، مثلا در کشور خودمان، حتی در پایتخت خودمان میبینیم که این رشد سریع در چند دهه باعث شده که شهر از امو امکاناتی که شهرهای بزرگ دنیا داره برخوردار نباشه و دولت ها هم با وجودی از اینکه پول های زیادی را اگر از جهان به اونا کمک شود، نتانن مشکل زیستی محیطی خود برطرف بکنند. مثلا در کشور ما پایتخت فعلا کانالیزاسیون وجود نداره. یک شهری با این بزرگی و با این تعمیرهای زیاد بلند منزل که در حتی در پایتخت های کشورهای بزرگ دنیا هم چنین دیده نمی شود که با این اندازه بلند منزل ها و با این اندازه تعمیرهای چی باشه، ولی هر یکی از این را ببینین هیچ یکی از اصولی انجینری اینها را مراعات نکردن و اینها چاهای حفر کردن که در او از اوجا هم آب آشامیدنی خود بگیرن، هم فضلات خود در او چند بیست و زمینی که 8-9-10-15 منزل دارد دفن بکنن. و این خود نشان میده که زمین کابل سوراخ سوراخ است. وقتی در یک 4-20 و زمین شما 10-24 یا 5-6-4 در نظر بگیرین که نیاز است که داشته باشه، از چای آب، از چای فضلات، از چای آشپزخانه ها، از چایهای دیگری هست، اگر در نظر بگیرین، این سوراخ ها باعثی عظیم شود که مقاومت زمین هم پایان تر شود و آب داخلی زمین بیشتر مصرف شود و بالاخره یک مشکل بزرگ دیگری را با وجود بیارم. این مشکل در اینجا وجود دارد. در کشورهای پیشرفته اروپایی ببینیم که پایتخت هاشان و یا شهرهای بزرگشان در طول قرنها ایجاد شده، ولیکن در کشورهای عقب مانده ممکن است در چند سال محدود شهرهای بزرگ با وجود بیاید و وجود آمده که از ضرر و مشکلات از او این کشورها از رفع این مشکلات ناکام ماندن و ناتوان هستند. علتی که این شهرنشینی در کشورها گسترش یافته، در کشورهای کم توسعه، این غالبا به چند دهه قبل جمعیت چندانی نداشتند، چنانچه که من کابل مثال دادم. اما اگر در اروپای غربی و ببینیم شهرهای بزرگی از اوره که وجود داره، از قرن 15 و یا 16 و شهرها آغاز شدن و به تدریج پیش آمدن و مشکلاتشان وقت کافی داشتن که مشکلاتشان حل بکنن و نیازمنده هاشان تکافو بکنن و اونا. و ما کشوری که در چند سال یا چند دهه محدود شهرهای بزرگ بیه، از رفع این کارا یا از تهیه و تامین نیازمنده های او شهر عاجز می شوند. و همین قسم شهرنشینی مسائلی دیگه ایرم داره که او مسائل همیست که اکثرا مسائل اقتصادی، یعنی کار در شهرها تجمع پیدا می کنه. در شهرها می بینیم که تباب فابریکه های تولیدی یا تجارت یا فروش مراکزشان
در شهرهای بزرگ هستند. این خود باعث جلب جمعیت بیشتر یا جمعیت کار بیشتر در این شهرها می شود. لذا در یک مناسبات سرمایه داری را ایجاد می کنه و رشد تجارت و صنعت در همین جا است، مخصوصا در کشورهای غربی به وجود آورد. همی قسم در ماهیت تولید و تجارت و سرمایه داری، نیروهای تولیدی، بازار و سرمایه و جمعیت، همگی از اینا در شهرها متمرکز میشه که در کشورهای پیشرفته ما این را میبینیم که شهرهای بزرگ بشن هم بازار هست، هم نیروهای تولید هست، هم سرمایه در اونجا هست و هم جمعیتی و در اونجا متمرکز هستن. اما در کشورهای کم توسعه که وقتی که میبینیم هم ضرورت پیدا میکنه که اینمی عوامل یاد شده در اینا هم باشن، مخصوصا وقتی سرمایه گذارهای خارجی میآیند، اونا در همینجا هم میخواهند که نیروهای تولید باشتر باشه و هم پولی چیزی را که تولید میکنن بازارش نزدیک باشه و سرمایه گذاری میکنن در اینجا. این باعث میشه که امروز روش های تولیدی که مردم داشت و در برابر این روش های جدید مقاومت کردن نتانن و از بین بره و کشورهای بیرونی هم که میان سرمایه گذاری میکنن یا سرمایه گذاری های بیرونی هم اونا به خاطر منافع خودشان اگر کار در اینجا میکنن، به خاطر تسهیلات کار خودشان است، اگر شهری را ایجاد میکنن، اگر برق میارن و اگر راههایی را میسازن، همگی به خاطر رفع احتیاجات خودشان است و با نیازمندی های اصلی مردم در اون شهر ارتباط چندانی ندارن. یعنی حضور استعمار در سرزمین‌های توسعه یافته امروزی باعث شده که شهرها گسترش پیدا کنند. مثلا در آفریقای جنوبی اینا شهر وجود نداشت، ولی استعمار آمد در اونجا. وقتی که استعمار آمد یا در آمریکای لاتین در اونجا، استعمارگرا خودشان به خاطر چیزهایی که پیشتر گفتیم شهرها را تأسیس کردند در جاهایی که حتی شهر وجود نداشت و در اونجا باز و سرعت شهرنشینی گسترش پیدا کرد. مثل در هند اگر بینیم شهرهای مثل کلکتا و بمبئی، اینا بعد از حضور و فعالیت های شرکت های اروپایی در اونجا که کمپانی های هند به نام کمپانی های هند شرقی و کمپانی هالند و انگلستان و فرانسه و اینا با وجود آمد، حالا این شهرها از جمله شهرهای بسیار بزرگ و پر نفوس دنیا قرار دارند. و همین قسم اگر در چین ببینین شهرهای مثل تیانچین و شانگهای و کانتون و اینا، در قرن 19 اینا بعد از اینکه اروپایی ها در اونجا فعالیت خود آغاز کردن، این شهرها گسترش پیدا کردن. یعنی وقتی که اقتصاد شهرها و تجارت خارجی وابسته شد، وقتی استعمار هم که تسلط مستقیمش از دست داد، این شهرها همچنین به جای خودشان باقی ماندند که مشکلات از را باید کشوری که حالا دیگه بعد از استعمار اونجا مسئولیت داشت و را به دوش ببره. یعنی همو اقتصاد وابسته رشد پیدا میکنه و مرکزیت تجارت خارجی و دادستان محلی قرار میگیره که بالاخره به مرکز رشد صنایع جدید تبدیل میشه، صنایع جدید وارداتی مخصوصا که از بیرون از کشورهای صنعتی که حالا بیرون شدن از اونجا میان. و همین قسم زمامدارا و نخبه های کشورها تمایلشان بیشتر است که کشورشان از صنعتی کنن و در کشورهای کم توسعه یافته صنعتی شدنشان هم برای غالبا چون پول از بیرون قرض بگیرن و شرایطی باید داشته باشه، او هم اگر صنعتی هم شود نیازمندی های هم کشورهای پیشرفته صنعتی را با وجود میاره، چرا اونا سرمایه های اضافی حالی دارن و سرمایه اضافی شانه یا تکنولوژی شانه به اینجا که میارن، چون در جای خودشان دیگه فایده نداره این کشورهای صنعت ها را بنا میکنن. مثلا میبینیم که بسیاری صنایع ژاپنی ها مثلا در اندونزی ها یا مالزی ها جای دیگر ابتدا فلیپین اینجا سرمایه گذاری کردن. همه قسم غربی ها این یک نوع سرمایه داری جهانی را یک جریان از این را وجود میاره که باعث رشد شهر در کشور ها میشه.
به هر صورت اینها چیزهایی هستند که ما میبینیم که وقتی تمرکز جمعیت شهری باعث میشود، این یکی از تأثیراتش همیست که کشورها دیگر زیربناهای اقتصادی کافی ندارند. از یک طرف تغییر سریع جمعیت سیاست گذاری های جدیدی را در سطح بین المللی یا در صحنه بین المللی ایجاب میکنه میتونه، و از طرف دیگر باعث می شود که زیربناهای اقتصادی در جغرافی های خود ای کشورها نداشته باشند، و نهادهایی که در یک شهر تمرکز پیدا میکنه مشکلات در اطراف شهر و در قرا و قصبات هم به وجود می آید، و همین قسم شهرنشینی ها شهر گسترشش باعث بیماری های همگیر می شود، که یک بیماری را که امروز مثلا کرونا است ما می بینیم که در شهرهای بزرگ تاثیراتش بیشتر از قرا و قصبات است، در اینجا تاثیر منفی حتی بر اقتصاد جهان وارد میکنه. وقتی بر اقتصاد جهان وارد شد بر اقتصاد کشورها با وجود میاد، یعنی یک نوع وابستگی شهرهایی که در کشورهای کم توسعه ایجاد شده به مراکزی که در بیرون هستند، اونها با اونها وابسته می شوند، پیرامون اونها قرار می گیرند و احتیاجات و شرکت های بزرگی بین المللی را یا تهیه می کنند. البته مسائل شهرنشینی بعضی داره، بعضی مسائل هم داره که شهر نسبت به دیگه مناطق کشور از امکانات بیشتر اقتصادی برخوردار است، ثروت بیشتر در اینجا هست و امکانات هست، بر علاوه از اینکه چیزا هست اما فقر و بی‌عدالتی هم هست، آلودگی آب و هوا هم هست، مشکل حمل و نقل هم داره، بیکاری و ولگردی هم هست. خب اینا همه چیزهایی هستند که خب بالاخره نمیتونن جلوی شهرنشینی به آسانی گرفته شود، با وجود از اینکه گرایش های وجود داره که ضد شهرنشینی است، راه های حلی هم پیشنهاد می شود که شهرهای بزرگ مسائلش حل شود، و ولیکن این راه های حل تا حالی به موافقت به توفیق حاصل نکرده که در کاهش شهرنشینی مفید واقع شود. بالاخره مهاجرت های بیرونی هم باعث می شود وقتی فقر بیشتر شد بعضی مغزه ها از کشور بیرون می روید، و اون مغزه هایی که باید کشور خود آباد کنند به خارج می روید، در اونجا ازشان استفاده می شود. این جمله از مسائلی که باعث با وجود آمدن این مشکلات شده. همه گیر می بینیم که یک ربطی با حضور مستقیم و غیر مستقیمی استعمار داره. وضعیت تمی ترتیب وضعیت غیر مستقیم استعمار ادامه پیدا میکنه، و این باعث میشه که بالاخره اقتصاد کشورها کم توسعه ضرر بیشتری را ببینه، و نتانه مشکلاتی را که راه های حلی را که پیشنهاد شده او راه های حل و کار رو بنده. مثلا اگر بسیاری راه های حل اگر ناسنجیده باشه مشکل حل نمی کنه، مدیریت های سیاسی و اجتماعی امکانات و مؤسسات بسیار دشوار می شود، رشد ناموزون شهرها باعث عوارض منفی می شود، امکانات توزیع درست و در نقاط مختلف کشور نمی خود مسائل اختلافی را پیدا می کنند، و هم ترتیبی که ذکر کردیم و مهاجرت های نیروی کار به خارج باعث عظیم می شود که کشور و مشکل دچار شد. خب کارهای خانگی یا سمینار شما همی است که در مورد شهرنشینی و یا راه حلی که شهرهای مسائل شهرهای بزرگ حل وجود داره اینها را به بحث بگیرین. اول ببینید که شهرهای بزرگ چه مسائلی را پیش روی حکومت و یا جامعه یا شهر میگذاره و چه راه حلی برای از او
میتونه مفید واقع شوه و همین قسم استعمار چه نقشی را در ایجاد شهرهای بزرگ در کشورهای جهان سیومی بازی کرده، مخصوصا در افریقا و در هند و در چین. هر یک از این را میتونید موضوع سمینار خودتان انتخاب کنید. تا درس آینده خدا حافظ و ناصر شما باشد.